خب با اجازتون کامنت ها رو میبندم، دوستای خوب و مهربون و دوست داشتنی. خب بچه ها، قبلش که خواستین برقصی که حتما باید گرم بکنید، خب ولی حالا ما چون وقتمون کمه دیگه ساده ترین گرم کردنمون رو این حرکت پنجه و پاشنه رو انجام میدیم، چون که اکثر حرکاتمون روی پنجه و پاشنه است. خب حالا با حرکت دست کاری ندارم، سری پیش گفتم که باید بدنتون صاف و صف نگه دارین، شکم تو، قشنگ سینه جلو و این حالت رو واسه رقص نداشته باشین. سعی کنید که بدنتون کاملا صاف و صف باشه و توی راستا وقتی میخواییم حرکتی رو انجام بدیم. این از این گردنمون رو گفتیم که یه ذره رو به بالاتر، پایین نیست، رو هوا نیست، رو به رو صاف نگاه میکنم که موقع اجرا کردنم هم گردنم هم حالت خودش رو داشته باشه. این از این سری اول دستان که گفتیم که صاف، کف دست رو به بیرون، مچ دستم رو به بالا میشکنم و قشنگ سعی میکنم تا جایی که ممکن دستان صاف نگه دارم. خب دفعه اول سری پیش من این حرکت رو یاد دادم که گام زد در میزدیم و پا رو باز میکردیم رو به جلو، بعد حرکت طولمه رو میرفتیم، بهش میگیم حرکت 1 2 3. خب به این شکل 1 2 3، 1 2 3 رو که میگه 3 5 باید کاملا کشیده باشه. این نه، اینجوری نباشه، اینجوری نفترین که نتونی خود رو کنترل کنی. صاف وایستا، بیا رو پنجه، سعی کن کف پاتو دقیقا روبروی زمین بکشی، رو به جلو، عقب نگه به زمین بسابی. خب 1 2 3 دقت میکنی؟ 1 2 3 کشیدمش کاملا رو به جلو. خب چرا صفحه تاریک شد؟ اوکی، پس حرکت اولمون شد 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. این حرکت اولمون بود. حرکت دوممون گامو بردیم پشت، پنجه زدیم آوردیم جلو، 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. اینم دومی. حالا بریم سراغ حرکت‌های امروز. امروز به جای اینکه پا رو عقب بذاریم یا جلو زبدری بذاریم، این سری زبدری میذاریم رو به عقب. خب پس به جای اینکه عقب مستقیم باشه، زبدری به پشته، میگیم 1 2 پشت جلو ضربه، پشت ضربه جلو ضربه، پنجه جلو ضربه، پام کشید است، دقت کن، پنجه جلو ضربه. پس 1 2 تو طولمه، 1 2 1 2 3، 1 2 1 2 3، دقت کن، 1 2 1 2 3، 1 2 1 2 3، 1 2 1 2 3. خب حرکت دست رو چی کار میکنم؟ همزمان که پامو زبدر میبرم عقب، همون دستم هم میبرم پشت گوشم، میشه 1 2 3 4 5. 1 وقتی بازش میکنم میام رو به جلو، دستم هم باز میشه، 3 4 5، 1 2 3 4 5، پام به هر سمتی میره، دستم هم میشرفم اون سمتی، سرم هم اون سمتی، پس کاملا موازی هم شد. نمیدونم چرا بچه ها خاموش میشه. دوباره، پس 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. پس این شد حرکت سوم. بریم سراغ حرکت چهارم. حرکت چهارم زانومو وقتی که 1 2 3 رو زدم، زانومو میکشم بالا، دوباره پرت میکنم جلو. 1 2 3، زانو رو میکشم بالا، پرت میکنم جلو. 1 2 3، زانو رو میکشم بالا، پرت میکنم جلو. 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. خب همیشه سعی کنید اول تمرکز بکنید، یاد بگیرید
به یه قسمت بدن، پایین تنه یا بالا تنه، توی هر رقصی اول رقص پا رو مسلط باشین، چون دستم ربط داره. شما نیازه که هماهنگی عصب و عضله داشته باشین، ولی وقتی که به یه قسمت مسلط شدید کاملا، دیگه فکرتون درگیر پا نشد، بعد دستم بهش اضافه میکنیم. ولی ما الان تمرین میکنیم فعلا برای پا. خب این دوتا حرکتمونو الان با موزیک میریم. آماده باشید. طولانی نمیگیرم، سیوش میکنم که شما خودتون رو به چالش بکشید. مهمترین حرکت، حرکت طولمه است، هم حرکت 1-2-3 که نفس منم گرفته با که من اونو توی IGTVم دارم، اونو کامل یاد بگیرید. بقیه چهارتا حرکت که یاد دادم، طولمه، ضرب به جلو، طولمه، ضرب به عقب، طولمه به پشت و جلو، طولمه زانو بلند.